به نام خداوند بخشنده مهربان. بخشنده مهربان. بخشنده. انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن از نقطه صفر آغاز شد. از نقطه صفر آغاز شد. اولا همه چیز علیه ما بود. چه رژیم فاسد طاغوت که علاوه بر وابستگی و فساد و استبداد و کودتایی بودن، اولین رژیم سلطنتی در ایران بود. اولین رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه و نه به زور شمشیر خود بر سر کار آمده بود. و چه دولت آمریکا و برخی دیگر از دولت‌های غربی، و چه وضع به شدت نابسامان داخلی و عقب افتادگی شرم‌آور در علم و فناوری و سیاست و معنویت و هر فضیلت دیگر. ثانیاً هیچ تجربه پیشینی و راه طی شده‌ای در برابر ما وجود نداشت. بدیهی است که قیام‌های مارکسیستی و امثال آن نمی‌توانست برای انقلابی که از متن ایمان و معرفت اسلامی پدید آمده است الگو محسوب شود. انقلابیون اسلامی بدون سرمشق و تجربه آغاز کردند و ترکیب جمهوریت و اسلامیت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه بزرگ امام خمینی به دست نیامد و این نخستین درخشش انقلاب بود. در این 40 سال دشمنان ما که مرکز قدرت مادی دنیا بودن با همه وجود آمدن در مقابل این انقلاب و این حرکت ایستادند و ضربه زدند و همه تلاششون رو به کار گرفتن. واقعا همه تلاششون رو، هر کاری میتونستن کردن. بعد از 40 سال اونا ضعیفتر از روز اولند، ما قویتر از روز اولیم، ما قویتر از روز اولیم. این نشون دهنده این است که اننی معکما، خدای متعال با ماست. اسمع و ارا، اننی معکما اسمع و ارا. اما یک شرط داره، شما با خدا باشید. خدا باشید. ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. این درس رو امام بزرگوار به ما داد، ما هم نمیفهمیدیم درست. ما هم اون روز درست عمق مسئله رو نمیفهمیدیم. اون بزرگوار خوب میفهمید. میگفت با خدا باشید و خودش با خدا بود. با خدا باشید و خودش با خدا بود.